به نظر من همون نظر اول درست‌تر بود. کدوم نظر؟ اینکه بیخیال مدیریت بشی. نمیشه دیگه، الان قضیه حیثیتی شده. حیثیتیه که بیپولی همه حیثیت‌ها رو به باد میده. آخه مشکل من الان دیگه بیپولی نیست. مشکلم اولویت بندی این مسائله. اینکه کدومش مهمتره؟ آب، برق، گاز، این در و دیوار، این سخت که چند ماه دیگه میریزه رو سرمون، آسانسور. ببین آب که هست، ولی کم هست. چیکه چیکه میاد. برق هم که خدا رو شکر این کنترل مونتورا رو جدا کردن، هنوز کسی برقش قطع نشده. آسانسور هم که یعنی آسایش که نداریم. میمونه سقف و در و دیوار که به نظرم هنوز که هنوز میشه یه چند وقتی روی سقف و در و دیوار حساب کرد. دیگه نخواستم ظرف کثیف کنم. خب نتیجه. نتیجه اینکه نیمرو رو بزن تا سرد نشد. نه نتیجه تحلیلاتو میگم. ببین برای ما که طبقه 13 همیم هیچی به اندازه آسانسور مهم نیست، حتی آب. ولی اونی که بچه کوچیک داره با این آب چیکه چیکه عمراتش نمیگذره. آب مهمه. ببین میخوام بدونم از نظر تو اگر خودت مدیر بودی کدوم یکی از اینا همه مهمتر بود؟ ببین من اگر مدیر بودم از نظر من همشون. من و مجید تمام عمر مشترکمون رو با اولویت بندی سپری کرده بودیم. اول از همه کار، حتی قبل از عقد. بعد یه پسنداز کوچولو برای مخارج عروسی. بعدش یه آپارتمان مستقل. حتی اجاره‌ای ولی مستقل. بعد خریدن لوازم ضروری زندگی. و بعد ماشین. البته نه از اونایی که به جای سواری دادن سوار آدم میشن. و بعدش خریدن خونه. بعد جمع کردن یه پسنداز مطمئن. من نمیخواستم مجید مجبور شه بعد از بازنشستگیش تازه دوره بیفته برای کار نیمه وقت و بقیه روزم بره مسافر کشی. میبینم که کتاب قوانین آپارتمان نشینی میخری میترو خانوم. نه خریدم، از مریم گرفتم. خوندیش؟ آره ولی به دردم نمیخوره. چطور؟ به خاطر اینکه جایی که زمینش آماده نیست که نمیشه قانون گذاشت. مثل وقتی که وقتی نه چراغی هست، نه ماشینی، نه پلیسی، قوانین راهنمایی رانندگی بذاری. این اون اولا که ماشین اومده بود ایران دیگه. دقیقاً. خب از اولش که این همه خیابون و پلیس و مقررات راهنمایی رانندگی نبوده، بالاخره بعد از یه جای شروع کرد دیگه میترو. یعنی بریم از سر اختراع چرخ؟ نه خیر. پول لازم داری میترو خانم، پول، اونم پول زیاد. چقدر؟ دوازده میلیون تومن. تازه این مبلغیه که اگر پرداخت بشه میرسیم به نقطه صفر. نقطه صفر کجاست؟ همونجور که بشر تازه به فکر اختراع چرخ افتاد. 7 میلیون بدهی آب؟ بله. تازه 1 میلیون هم برق مشاعاتمونه. اون که اصلا قطعه. پولشو ندادن که قطعه دیگه. خب چرا آب قطع نکردن؟ دیگه اونو بعد از اداره آب و فاضلاب بپرسی. تازه این 12 میلیون تومن بدهی ساختمونه ها. یعنی اگه بخوایم ژنراتور رو درست کنیم، نمیدونم پمپ آب رو درست کنیم، آسانسور رو از همه مهمتر درست کنیم، کلی پول ایناست. یعنی کلی ما هزینه تعمیر رو نمیدونم اصلاحات رو اینا داریم. مگه این ساختمون اصلا نظافتچی داره؟ 1.5 میلیون نظافتچی؟ بله البته قراردادش مال 8 ماه پیشه. میدونی این یعنی چی؟ یعنی 8 ماه این ساختمون نظافت نشده. این ساختمون جای زندگی کردن نیست. هست. میترا با جلسه که امروز داشتی باز میگی هست؟ دقیقاً به خاطر جلسه‌ای که امروز داشتیم میگم هست. مگه شما نگفتی که تا صحبت پول اومد وسط اینا دومشون رو گذاشتن رو کولشون در رفتن؟ من اینو نگفتم. حالا نقل به مضمون. مضمون دیگه ای هم داره. چی؟ اینکه وقتی میگم اصلا پولی وجود نداره برای بردن و خوردن، یه پله جلوییم. خب وقت پله بعدیتون چیه خانم مدیر؟ میتونی بهم بگی حدودی؟ خب. بدهی هر واحد چقدره؟ باش بی اینجا. ببین چون آمار دقیق نیست من میانگین حساب کردم، در ضمن حقوق مدیر قبلیارم آوردم جزء بدهیشون نه طلبشون. ببین الان 11 ماهه که همه واحدا شارژ ندادن. تازه این واحدا رو میبینی اینا 2-3 ماه قبلترش هم شارژ ندادن. رو هم میشه اینا 400 ماهه که شارژ ندادن که از قرار شارژ ماهی 100,000 تومان میشه چقدر؟ 40 میلیون تومان. خب این تا اینجا. خب ببین این 40 میلیون تومنو اگر بدن که نمیدن، تو میتونی باهاش 12 میلیون تومن
بدهی های ساختمون رو بدی، میمونه چقدر؟ 28 میلیون تومان. اون وقت میتونی این 28 میلیون تومن رو خرج تعمیر آسانسور و جنراتور و اینو. حالا به طور مجزا به من بگو هر واحد چقدر بدهی داره. هر مجزا که میشه ببین میشه 40 میلیون تومان تقسیم بر 33 واحد میشه 1,200,000. نمیخواستم اعتراف کنم که شکست خوردم، چون شکست نخورده بودم. در واقع من هنوز مبارزه یا شروع نکرده بودم. مگه خودت نگفتی من میتونم؟ خیلی خب، خودم گفتم، حالا میگم نمیتونی. میتونه نه تو، هیچ کس نمیتونه جلوی 40 تا آدمی که به این مدل زندگی عادت کردن دووم بیاره. 32 تا. حالا هر چند تا. ولی قضیه خیلی برای من جدیه مجید. 32 نفر که سهلن، یه جماعت هم باشن روبروشون وای میستن. این گویه این میدان برو نمچکم کنم. ناراحت شدی؟ نه مونتو. ناراحت شدی که به من میگی مونتو؟ بعدم داری توی یخچال نگاه میکنی. من وقت ناراحت میشم توی یخچال نگاه میکنم. واقعا؟ نه، من دنبال چیز میگنم بخورم. چی؟ یه چیز خوشمزه، خوشبوی، خوشرنگ، خوشرنگ، خوشقیافه، خوشقیافه، خوشرنگ و لعاب. نداری. نداری. دیدی درست شد؟ درستی چرا گرفت؟ هیچی، درجهش خراب شده دیگه. که این وقت شب مدیر مدیر آخ گرست نشمید را. سلام علیکم. سلام. بسنیم گرست نتون شده بابا؟ آخ اوکو همیشه گیه منطقه این دفعه علاج واقعا قبل از بگو کردم، رفتم یه مرگی خریدم. اما دلم نایمد ترا بخورمش. تنهایی مگه هنوز؟ نه پا زوری اومدن دیدنم، تا غروبی هم بودن دیگه، غروب رفتم خونه و یک پسرم دیگه. ما شام خوردیم دیگه نوش جان. آقا دستم افتاد. بریم بگیر هدستم. چشم. یا الله اومدن تو دوباره دیگه. بفرمایید. خوش از خدا یه چیز دیگه خواسته بودم. چه پتی هم دارم؟ یه دفعه دشستم حساب کردم دیدم اگه هر کدوم این همسایه ها 45,500 تومن ماهی پولش هاش داده باشه. بله. او مدیر اولیه که 3-4 سال مدیر بود یه 600 میلیونی به چیپ زده. 600 میلیون؟ چجوری حساب کنه یه سفری؟ حساب من حساب کنم؟ آقا 27 واحد داریم. گیریم ما 50,000 تومن شارژ میشه چقدر؟ 1,350,000 تومن. 1,350,000 تومن ضرب داره 12 ضرب در 4 چقدر میشه؟ میشه 64,800,000 تومان. تا 600 میلیونی که شما گفتین چقدر را داره؟ 535,200,000 تومان. ریاضش خوبه آقای سفری. خب خب شما مطمئنی درست حساب کردیده؟ بله. هم مطمئنی؟ بله. یعنی چرا وقتی با دیگر رو حساب میکنیم 600 میلیون تومن میشه؟ با بقیه حساب نکنین آقای سفری، حیفه. شما ریاضیتون خوبه، اونا تو 4 عمل اصلی گیر کردن. باشه حالا دیگه مجید. آقای سفری شما از کی اینجوری شدین؟ چجوری شدم؟ همینجور که میدین ریاضیاتون رو بقیه حل کنن. از کی اشتهاتون زیاد شد؟ از کی دیگه سیر نمیشین؟ ها ای وقتی که بازنشسته شدم اینطوری شد.
یعنی با باید یه روز عکس‌هام بیارم نشونتون بدم؟ اصلا باورتون نمیشه که این آدمی که توی عکس‌هاست منم. آقا همیشه 55 کیلو بودم، 3 روز غذا نه یه وعده میخوردم، 3 روزم طاقت گشنگی داشتم. این شطور دور از جنابتون ببخوره، این شطور 3 روز طاقت گشنگی داشت. دور از شما. البته هنوزم همون شطورم و شطور. یعنی واقعا یه وعده غذا 3 روز میخورم، اما دیگه فرقش اینه که طاقت گشنگی ندارم. نه یه فرق دیگر دارم، شطور یه کوهان داره پشتش، من کوهان رو جلو دور از شونه تو. سیر نمیشن آقای صفایی، سخت سیر میشن. خیلی ممنون آقای صفایی، بست شما. خدا حافظ شما. سلام. خیلی جزم شما سیر شدید؟ بله شما الحمد شما سیر شدید؟ آبا خواه همیشگیه، حالا که سیر شده خب بریم خوابین دیگه. آمو چشم خوب نبینم باشه، یه خیلی هم بریم بخواب. از یه چیز این سفری خیلی خوشم میاد، از آشپزیش؟ نه بابا، اونو که کی در حضور شما جرأت داره بگه. نه اینکه مفخور نیست، می‌دونی؟ یه کاری کنیم تغییر رو احساس کنم. کیا؟ همسایه‌ها دیگه. مجید من میگم اگه بریم بگیم نفر 1,200,000 بدیم، خب حق دارم فکر کنم ما هم مثل مدیر قبلی ها می‌خوایم بریزیم تو حساب خودمون. میترم مثل که تو باورت شده مدیر قبلی ها دزدن ها. خب چه جوری میشه از اینا یکم پول گرفت؟ مدیریت که با جیب پرپول کاری نداره عزیز من، اصل اینه که بتونی با جیب خالی یه راهکاری پیدا کنی. با جیب خالی چجوری میشه برق مشاهد که قطع وصل کرد، یا همین آسانسور، یا همین آب، این آبی که اینجوری چکه چکه میاد، دوتا ظرف آدم میخواد بشوره دق میکنه. باور کن 2 روز دیگه این پمپم خراب میشه، این آب قطع میشه. میترا هیئت مدیره به همین درد میخوره، یه جلسه بذار از خودشون سوال کن. نه جلسه فایده نداره، اینا جلسه بیا نیستن، باید تک تک دوباره برم دم خونه هاشون. به نظرت کدومش مهمتره؟ یعنی ما فرض کن که پول 1 ماه شارژ رو همسایه ها گرفتیم، کدوم مشکل رو اول باید حل کنیم؟ به نظر من مهمترینش قبض آبه. تعمیر پمپا دیگه ها؟ نه قبض آب، اگه پمپا رو تعمیر کنیم آب قطع باشه که به درد نمیخوره. میترا جون بفرمایید. می زحمتی بهت بدم. چی؟ بفرمایید. ببینم. از هفته آینده همسایگانی که شارژ خود را پرداخت نکرده باشند از خدمات عمومی محروم باشند. الان با این وضعیت فکر میکنی همه شارژ رو میدن؟ حتی اگرم نخوام پرداخت کنم مجبور میشم وقتی آب ساختمون قطع شه. طبق تجربه بهت میگم همشون اولین سوالی که میکنن اینه که کی پرداخت کرده، برای اینکه هر کدوم میخوان آخرین نفر باشن. یا الله یا الله. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. خوبی؟ سلام. شما خوبی؟ آقاد خوبه؟ سلام دارم خدمتتون، مرسی. اتون سبزی به شونم دیدم این در وازه، گفتم میام یه خسته نباشیدی بهتون بگم. آخه شما خسته نباشید، ممنون. اختیار داری. ببین شوهرتو بگو شو چی نخور، میخوام قرمه سبزی درست. آخه راضی به زحمتتون نیستم آقای صفری. چه زحمتی؟ اون شوهر شما به دادمون نرسیده بودی؟ نه معلومه در آمو زنده باشم، مرده باشم. دور از شون. خیلی خوب شده ها، زحمت کشیدینه. شما که قبلا اینجا رو دیده بودین، اومده بودی؟ آه خب دیده بودم، من دقیقه شلاغ بلاغ بود اصلا، و اینجا سر دل سیر ندیدم شی چجوری بود. آقای صفری جون، من یه سوال ازتون داشتم. با توجه به اینکه شما قدیمی ترین ساکن اینجایین، با تجربه این، به نظرتون چجوری میشه این اهالی رو قانع کرد که پول شارژ بهمون بدن؟ نمیشه. آب پاکی رو ریختن رو دستم.
خب شما میفهمایی آقا چجوری میشه قانع شد که شارژ بده؟ میگم نمیشه آقا، اینا با قانع شدن شارژ میدن، خب اینا با مجبور شدن شارژ میدن. این آیه محمد خانی بود، ما بهش میگفتم خان محمدی، این چجوری شارژ میگره؟ آخ 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 آخ، میرفتم تک تک خونه ها رو میزد، دائم از این خونه به اون خونه، میگفت باید شارژتون رو بدی. امشون میرفت میگفتن آقا ببخشید پول همراهمون نیست، دوباره فردا شو میرم. در میزد، زنگ میزد، اصلا جواب نمیداده، دوباره فردا شو، دوباره فردا. راست میگن، اینقدر میرفت و میومد تا بالاخره مجبور میشدن شارژ رو بده. حالا بیشترش حرف میزنه ما، ولی خب خداییش مدیر خوبی بود. ای؟ یا سر سامونی داشت برا خود. آقای سفری، شما خودتون میگفتین همین آدم مایی چند میلیون. ما هیچ وقت نگفتم دزدی کرد. ببین او فقط گفتم آقا این همه پول کجا میرفته؟ خب یعنی دزدیده میشه دیگه. آه من یه فکری دارم. ببین راش اینه، این خود همین آقای خان محمدی، آقای محمد خانی، بریم دم در خونهاشو به زور بگیریم از شوشار. حالا آقای سفری، من پیشنهادم یه روش سختگیرانه تره. شما رو ما حساب کنید. چای دارین اینجا؟ بله. این اونو پنیری آوردن. بفرما. میشه جان. نه تو یه دقیقه به من گوش کن. تو به من بگو الان من چیکار کنم. من چقدر باید به این بچه دروغ بگم آخه؟ الان بچه هست باور میکنه. پس وقتی که بزرگ شد چی؟ اون موقع که دیگه باور نمیکنه که. تو هم که 2 ساله داری همینو میگی. یه دقیقه صبر کن، اینا دارم پشت در یه کاری میکنن. گوشی یه دقیقه صبر کن. ببین این سفری، اینا دارن صندلی میبرن برای مدیریت دیگه. اصلا من چه میدونم، خودت بیا ببین. ببین من خسته شدم اگه بهت گزارش دادم. اه دیگه از این به بعد از این خبرها نیست. نه پس خوشحال باشم. دیوونه. خیلی خب بذار من برم ببینم بیرون چه خبره، بعد میام بهت میگم. آقای سفری، میگم حالا که قبول کردینه و خدای نکرده خانم بچه ها ناراحت نشن. به اونا چه مرد؟ در سانی به اونا مونه بل کردن با این پادرم توی ساختمون رفتن دنبال خوشیشون و چی گفتم؟ خانم مدیر چسب لطفا. سلام. سلام. خدمات عمومی چی؟ یعنی نظافت و آسانسور و آب و این چیزا. اونا که همین الانش هم همه محرومن. از قبل ندادن این شارژشونه برای همین محروم. تازه اگه این ماه ندن از هفته دیگه هم محرومتر میشه. آه از این محرومتر هم هست؟ بله دیگه، وقتی آب ساختمون قطع بشه از این محرومتر میشه. ببینیم چراغ اول کی روشن میکنه؟ من. بفرمایید. ای دست درد نکنه. قبض به نام چی بنویسیم؟ همون مورد. بسم الله الرحمن الرحیم. مریم خانم یادت این محمد خانی یه جدولی داشت هرکی چارجش پرداخت میکرد یه علامتی میزد؟ بله جدول واحدا بود دیگه. میخوام یه اوتوری اگه میشه برام درست کنی، اون تا بزرگتر باش بذارمش سر میز که همه ببینن کیا شارژ دادنه کیا شارژ ندادنه. حتما چشم. خوبه خیلی خوبه. خوبه خانم؟ بله. بفرما. کمک نمیخوای؟ چرا کمک اتفاقا فقط ما تا این کارا نمی کنم، شما یه زحمتی بگید شارژ بیارین. خیلی ممنون. هر وقت بقیه شارژشون رو دادن منم میدم. والا خیر.
یعنی الان ناراحت شد؟ با سب کن محروم درکی شد ناراحت‌ترم میشه. شما مطمئنین با من کاری نداریم برم؟ چه کار رو؟ هم بردم پول بشمارم، هم بردم قرض بنویسم، کار ندارم، شما بفرمایید. فقط خانم مدیر ببین، ما این سبزی ها رو گذاشتم داخل دفتر بی دستم پیر بشه، به خود دیگه امروز نمیرسم اصلا غذا بپزم. چشم چشم برم. اتفاقا منم برم به چند تا از این مؤسسه و تاسیساتی ها زنگ بزنم ببینم کدومشون قصی انجام میدن. شماره همهشون تو همون دفتر تلفن هست. اصلا باید بر من یه خونه ویلایی بگیری؟ من احساس میکنم آدم آپارتمان نشینی نیستم والا. فکر کردی زنداری به همین راحتی هاست خرج داره عزیز دلم؟ چه میدونم؟ میخوام پمپ آب درست کنم، پول شارژ بگه. رفتم بیرون، این سفری به من میگه بیا پول شارژ بده. بهش گفتم ببین سفری، همین جوری ها، یعنی رفتم تو صورتش بهش گفتم، گفتم ببین سفری، داشت سکته میکرد بنده خدا. گفتم هر وقت بقیه پول شارژ دادن با همین صدا ها منم میدم. خوب کردم؟ خب 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 باشه باشه باشه، برو به کارت برس. قطع کن دیگه. اول تو، اول تو. خب خب، خدافظ خدافظ. حدیث بیا کمک من. خب بودو. آقای سفری باید دقیق باشه دوام بفهمم مشکلش چیه. پروهاشه، بولبرینگشه، شد اصلا دینامشه، شاید اون کابلش باشه، ضعیف باشه، دوام نده. نه نمیشه، گفتم که برق باید باشه. طبیعی دیگه برق باید باشه، من یه تست کنم. خسته نباشی. سلام. چی شد؟ خواهر من، باقی سفری هم گفتم باید برق باشه، من امتحانش بکنم. من میگم اگه اینطوریه پس دیگه به این آسانسوریه زنگ نزنیم بیاد دیگه. اونا هم تا برق نباشه معلوم نمیکنه دردشون از کجاست. قبل از هر چیزی باید برق موشارتون رو بس کنیم. خب دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. خواهش میکنم. حداقل با کمک ایشون مشخص شد اولویت اولمون کدومه. در خدمتم. بفرم. چقدر؟ 550,000 تومان. میتونی از بدازه؟ یه دو سه نفر، بقیه هم قرار شد فردا صبح بدن. ولی مجید اگه دستگاه پوز داشتیم به 900 تومن هم میرسید. به می اعترافو کنم؟ میدونم. فکر نمیکردی بتونم پول جمع کنم. آره. گفتم تاش همین 100 تومن خودمون رو دستمون میمونه به چند تا وعده واسه بعدن. البته اگه امروز همه هم پول میدادن باز فایده ای نداشت. چطور؟ به خاطر اینکه اول باید برق مشاهات رو درست کنیم که بشه آسانسور و آب و این چیزا رو درست کرد. تو خوش بالای 1 تومن. آره دیگه. پس ما حساب میمونه واسه ماه بعد. نه نه اصلا. ما اگر این ماه نتونیم کاری کنیم هیچ که ماه بعد شارژ نمیده. به قول آقای سفری که چی شد؟ بابا من قرار بود برای این بنده خدا شام ببرم، اصلا یادم رفت. نکن، خب زنگ بزن. خب زنگم میزنم باز نمی کنم. خب نیست دیگه، خب خونه نیست. نگرانم مجید، نکنه گشنگی قش کرد. مگه شما نهار نخوردین تو دفتر؟ نه نه مجید، ما نهار نخوردیم، یعنی من که نهار نخوردم آقای سفری هم بیشتر از من تو دفتر. آقای سفری چی بود دوباره خونه رو گوشی رو سرت تو؟ سلام. سلام آقای سفری، درو باز نمیکنه. ای اونم فرار کرد راحت آسوده. وا فرار برای چی؟ فرار کرد دیگه، قربونت برم با اون همه پولی که گرفته بایدم فرار کنم. میگم چرا میگفت امروز بدین امروز بدین. والا به منم انقدر پول بدم دیگه خونه نمیمونم که. تو بی خود میکنی بیادم. مگه مرض داری میزنی؟ خودت مرض داری گوز. گوز توی جد آبادت. جد آبادت چیکار داری؟ جد آباد تو کاری نداره که، جد آباد منو داره میگه. الهی بریم که بر نگردیم. الهی به زمین گرم بخوری سفری. سفری چرا ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ خیلی هم ربط داره، راحت آسوده پول مردم خورده ربطی داره. آقای سفری بالا تو خونه ماه. شما گفتی و منم باور کردم به همین آسونی. خانم این بنده خدا میترا زنگ بزن اورژانس. آخه به اورژانس میخواییم برای چی زنگ بزنیم؟ بابا اگه می‌خوایم زنگ بزنیم، زنگ بزنیم به پلیس 110. آخه 110 برای چی؟ عزیز من دیگه اون ماجرایی که برای محمد خانی پیش اومد، برای آقای سفری پیش نیاد. دیدی؟ تا قبل از اینکه زنگ بزنه آقا در رفت. خانم مگه مغزش پاره؟ سنگ برایش واسه 500,000 تومان متواری بشه؟ پول بلیطش هم نمیشه.
آقای سفری 400-500 هزار تومن نه و 48 میلیون تومن. خانم شما 48 میلیون از کجا آوردین؟ 48 میلیون؟ زنگ بزن آتش نشانی. میترا آدم از گرسنگی قش میکنه، آتیش که نمیگیره. من نمیفهمم شما با آتش نشانی چی کار دارین؟ آقا اگر این سفری پیدا شد که شد، اگر نشد من خودم میشم آتش نشان. من خودم این ساختمون رو آتیش میذارم. خیالتون راحت باشه. نصرت خانم من دارم میگم پولایی که این بنده خودم روز گرفته بالا تو خونه این ماست. بعد شما میگین فرار کرده. فرار کرده. سلام علیکم. چی شد؟ چی آقا؟ چه خبره؟ آقای سفری. سفری. فرار کرده. آخر کار خودش کرد. خوبه من 50,000 تومنشو بیشتر ندادم. اتفاقا من شنیدم بیشتر این همسایه ها این 1,200 شارژشون رو دادن. عزیز من شارژ نه چارچار. 1,200,000 از کجا آوردی؟ خود منتها خانم گفتش که هر واحدی 1,200 شارژشه. همه هم میدونن این مال کل ساختمونه. اصلا کجاست خانم؟ ببین چه 1,000,000 چه 100,000,000 دزدی دزدیه. من زیر بارش نمیرم، قبولم نمیکنم. اگه اینقدر مطمئنین که این پولا رو برداشته و در رفته، چرا معطلی؟ زنگ بزنین پلیس صدادا بیاد بگیره ببرش. میگه صدادا برشی. سلام علیکم. صدادا زمانی زنگ میزنن که یارو در دسترس نیستش. اینجور موقع زنگ میزنن 113 وزارت اطلاع، یارو ممنوع خروج میکنه، دم فروکا تمام. آقا ارتکی کسی ممنوع خروج نمیکنن که یارو آفتاب دزد رو بخوان ممنوع خروج کنه. آقا این 100 میلیون اصلا کی گفت؟ یکی گفت، من خودم شنیدم. آره منم شنیدم. آقا منم ایشون گفت به عنوان مثلا مثال و نمونه و اینا. اصلا چقدر بوده؟ 24 میلیون تومان نبوده. اصلا میشه 3 تا ماشین دست دو گرفت، 3 تا خانواده رو. پس آقای مجید مرادی این 24 میلیون از کجا اومده؟ من نمیفهمم شما برای چی وایسادی با هم دیگه دربس میکنی؟ از قدیم الایام گفتم تا نباشد چیزکی مردم نگوین یه چیزایی. من چه میدونم بابا 24 میلیون کل بدهی واحدا بوده به صندوق. بفرمایید کل بدهی ساختمون وای سفری دیگه. نخیر آقا نخیر، کل بدهی این یک سال شارژ ندادن ساکنین به صندوق ساختمون بوده. بدهی قطع بودن برق، آب، برق مشاهد، خرابی آسانسور، ژنراتور، هزار تا چیز دیگه. خب اجازه بدین، اجازه بدین. آقا مگه من حسابدار نیستم؟ تو این یک سال اگر کسی اومده یک اون شارژ داده بیاد به من بگه پولی که امروز جمع شد چی؟ آره اون 400-500 هزار تومن اون بالاست دیگه. اون حتی نمیشه پول برق مشاهد. آقا سفری آسانسور که از برق مشاهد واجب تره. آسانسور حالا آسانسور با برق آقای سفری نمیشتی شما برین در خونه خودتون سر صدا کنید؟ آقا شما اینجایی؟ نه خیر اونجا. آقای سفری ما مردیم از نگرانی، چرا درو باز نمی کردی؟ خوب بودم. خب حالا دعوا سر چی بود؟ دعوا نه، هممون نگ اصلا اینقدر خسته بودم خواب اون بار نفهمیدم نخوردم دست درد نکنه. اصلا امکان نداره، حتما دارن شوخی میکنن. بفرمایید واقعا رفت کارت مو شکمت بخوره سفری، الهی به زمین گرم بخوری، خواب به خواب بری انشالله. مجید ببرم خونه، فقط ببرم خونه. برو نورو بگیرم، نورو بگیرم. اووری مال واحد ما اون که شوزه میشه. حالا این فازه؟ این فازشه. نورم بس میکنی؟ الله علیه شما در درست کنید. فقط یه چیزی شما هم لطف کنید از این به بعد قبضات رو به ما پرداخت کنید تا ما هم شرمندتون نشیم. چشم من فقط جسارتا این صدای چیه؟ صدات کن کن تا آبه. هیچ کاری رو انجام نمیدن، باید یه کاری کنن که هر کاری میکنن به نفع خودشون تموم بشه. به خود مریم خانم باز چی داری در گوش مدیر زمزمه میکنی؟ هیچی نوستم والا زشت این حرکت ها. اون از حرکت دیروزتون، اینم مال امروزتون. مگه من دیروز چی کار کردم؟ حالا هرچی، یه خود به خودت بیا عزیز من. عجبا آقا بچه رو کارتو نمی کنیم، اومدی پارک بگی. باید باز بشه. خب بازش کنی. نزدیک 1,2,000,000 خرجش میشه. ای بابا شما این پولا رو چجوری میخورین؟ حالا خرج پروانه و بلبلینگش میشه به خدا. آها پس میدونین دقیقا مشکلش چیه الان. نه 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 بازش نکنید لطفا. بالاخره چیکار کنم؟ باز کنم ببرم یا بمونه؟ شما اجازه بدین بازش نکنید، من فکرام بکنم بهتون خبر میدم. این کار بیا اینو باش کنم ببرم تعمیر کنم بیارم
ما پولانو جمع کردیم. بله آقای سفر اجازه بدی من فکرامو کنم، هم باید با یکی مشورت کنم، هم یه چیزایی بررسی کنم. دیرش اگه مشکل پولش ها میتونیم بعدن بدین، این یه هفته کار داره، تو این هفته هم آجاقا زحمت میکشن پول از همسایی ها جمع میکنن. نه مشکل اون نیست، من باید بررسی کنم، مشکلات رو اولویت بندی کنم، اگر لازم بود زحمتشو به شما میدیم. شماره هم که دارین تماس بگیرین. البته ممکنه کمتر هم بشه، ممکنه بعضی از پروانه‌های سالم باشن، اونها رو عوض نمی‌کنه. البته به شرطی اینکه دیگه روشنش نکنین، چون ممکنه پروانه سالم بشن خرد بشن، حتی ممکنه بسوزه و یه 3-4 میلیون تومانی خرج بذاری زیر دست. آقا چند جور شما صحبت می‌کنین؟ اول که یه رقم دیگه گفتی، الان شد 3-4 میلیون. خداحافظ شما. ولی این که میگفت پولشو بعدم میگیرم، خب بذاشین بازش کنه دیگه. نه آخه اصلا مسئله فعلا این نیستش، اول از همه ما باید به فکر قبض برق بعدی باشیم. دیدید که گفت این دفعه دیگه قطع میکنم، بعدش هم از اون مهمتر. بعدش هم چی؟ بعدش هم این که شما اجازه بدی من باید با یکی از همسایه ها یه مشورتی کنم بهتون خبر. دقیقا با کدوم یکی الان؟ مشخصه عزیزم با من، یه مشورتی بالاخره با من باید بشه دیگه. نظر شما هم مهمه، ولی با اجازتون به خانم کریمی. با اجازتون. آقای سفری شما چرا اصلا اشتها نداری؟ مثل که از سرخ کردنی ها گله نمیخوری، از پختنی ها هم آجر. این خانم سفری به شما هیچی نمیده بخوری؟ مدام از صبح تا شب این دهن شما داره میجنبه. لاغت به خودت یه استراحتی بده عزیز من. خوف با خانم این هم نمیتونی ببین؟ خب روشنش نکنین. خب باید صداشو بشنوم یا نه؟ خب چقدر خرجشه؟ اولش که میگفت 1.5 میلیون، بعد یه دفعه سر از 3-4 میلیون در بود، ما هم آخر خودمون نفهمیدیم. من البته قیمت قطعاتو الان ندارم، ولی مطمئنم مال بردیون با پروانهاش نیست. این صدایی گیرید؟ الان شما مشکلت با این صدا؟ نه خب میگم این صدا نشون میده که چقدر حال موتور خرابه. یعنی من اگه این صدا رو درست کنم شما این پولو میدین به خودم؟ شوخی کردم بابا، خودم دارم تو همین خونه زندگی میکنم. کنم فهمیدم دردش چیه واقعا. آقای شعبانی هم میگم میگم این پره ها و پروانه و بلبرینگش، اما این نه بلبرینگه نه پروانه. چیه؟ یاد که نایلونه کردن اون تو ای باد میخوره صدا میده. آخه این چجوری رفته اونجا؟ خودش که عقل نداره خوش لوله کنه بخزه این تو، حتما یکی گذاشته اینجا دیگه. این آخه اینو بگم من؟ یعنی چی آخه کار کی بوده؟ نمیدونم، باید ببینیم کی گذاشته دیگه. حالا هر کی کرده، من یکی میدونم که این کاری کرده. کی باشه؟ خب بگید دیگه. برای چی عزیزم بگم تو جمع آبرو نیست یا چی برام؟ باید بگید دیگه. حالا اون بماند انتها خانم. من میدونم نمیخوامم تو جمع بگم، باید آدم این دهنش قفل و بست داشته باشه، برای چی آبروی یارو ببرم تو جمع؟ نه اینجا لطفا بگید. نمیتونم بگم. خیلی خوب آقا ولکنی یک کلمه داره کار میکنه، اگه خراب شد پولشو بدی خودم، میرم قطعاتشو میخرم، هم پروانهشو درست میکنم هم بولبرینگشو. بفهمید من نمیدونم شما چرا میرین از بیرون کارشناس میارین. بابا این خانم کریمی خودش کلی مهندسه، هم بولبرینگ سازه هم پروانه سازه هم نایلون از توی موتور میکشه بیرون، همه کار میکنه ماشاءالله. خواهش میکنم. خیلی ممنون. اینم میمونه دست من، میبرم دفتر هیئت مدیره تا ببینم کار کی. خسته شدم مجید. از چی خسته ایم میترا خانم؟ بابا من مردم اینقدر هر جای این ساختمون دست میذارم یه مشکلی داره. دستو در نکن، ساختمونی که یه سال رها شده به امان خدا که از اون یه ماه درست نمیشه. ولی من یه فکری دارم. چه فکری؟ مغازه پایین ساختمون رو باید یه کاری کرد. آخ مجید
دیشب مدارکشو بررسی کردم. قانون میگه همه همسایه ها مالکی میتونن به یک اندازه ازش سهم ببرن. خب یعنی این که اگر اینجا رو اجاره بدی همه همسایه ها میتونن از پولش استفاده کنن، منتها به یک اندازه. چرا؟ البته اگه اجارش مناسب باشه من میتونم برای انباری، البته برای خودم نه، برای شرکت اجاره کنم. چرا؟ بفرمایید اینم مشتریش. بله، فقط اول باید قیمتشو در بیاری. خب چرا از آقا سالار نمیپرسی قیمتو؟ چه اصراری ما از اون کلاهبردار سوال؟ خب میخوایم قیمت چه در بیاریم دیگه؟ همه اون اینجا شریکی؟ خیلی جالبه، تا الان که اینجا خالی بود هیچکی اصلا یادش نبود یه همچین جایی هست، الان که میخواد یکی ازش استفاده کنه اینجوری. خب شاید خودم بخوام اینجا رو اجاره بکنم اصلا. بزرگ اونم هیچکری نیست. من میگم اصلا ما عوالی اجارش ندی. چرا؟ بدبختی میره برام والله. چرا؟ اتفاقا اولویت که با همسایه هاست، حقشونه. اتفاقا میدونی آقا سفری، من میگم اگر غریبم بیاد اینجا خواهد یه کلاهی چیزی برداری مصیبت میشه و میافتیم همه تو عجب. نه آمون اونم باشه بدتره. نمونش خودمو همین الان من هم میگم آقا اگه قیمتش خوب باشه خب اون چرا نسونمش برای پسرو ولو میگم به هر حال اول سهم همسایه هاست. بفرم. استقبال همسایه ها از پیشنهاد راه اندازی مغازه فوق‌العاده بود. اونقدر زیاد استقبال شد که همون لحظه اول همه اعلام آمادگی کردن تا هر کدوم شغلی رو راه اندازی کنن. دوباره من با یه چالش جدید روبرو شدم. اولویت با کدومشونه؟ با برادر مریم که میخواد اونجا رو به عنوان انبار مواد شوینده و بهداشتی استفاده کنه؟ یا آقای سفری که میخواست برای پسرش بقالی باز کنه؟ یه خانم کریمی که به فکر افتاده بود تا یه تعمیرگاه لوازم خونگی راه بندازه؟ پسر ملوس خانم هم میخواست اونجا رو به بنگا تبدیل کنه. چیزی که فکر میکردیم میتونه مشکلات ساختمون رو یه دفعه برطرف کنه، حالا خودش به این مشکل جدی و اساسی تبدیل شده. میگم حالا اینا که نوشتی چند درصدش خیال پردازیه چند درصدش واقعیت؟ متاسفانه همش واقعیت. وای مجید، اینا امروز سر یه دهن مغازه انقدر با هم بحث کردن، انقدر با هم بحث کردن که اصلا پشیمون شدم. پشیمون چرا؟ برای اینکه ما الان مغازه رو به هر کی اجاره بدیم بقیه دستمون ناراحت میشن. چرا نمیذاریش مزایده؟ هر کی پول بیشتری داد مغازه مالو. چه فکر خوبی باری کلا. اینجوری اصلا یه پول قوام بهم دستمون میاد که باش بتونیم مشکلاتو حل کنیم. بله. میگم با این همه کار و دغدغه و مشغله و اولویت بندی و اینا اولویت اول یادت نره. اولویت اول پول بود دیگه. شب بخیر. شب بخیر. حدیثه سلام. سلام خاله تینا جون، این لحظه بگیر تو. سلام عزیزم، کمک خاله کنی منو بچسبونم. بودی میاد به مزایده گذاشته میشه. یعنی چی؟ یعنی هر کسی پیشنهاد بیشتری بده مغازه میشه مال اون. آه مناقصه. نه مزایده. خب مناقصه یعنی چی؟ شما فرق مناقصه و مزایده رو نمیفهمی چی؟ من تعجبم این چجوری داره زندگی میکنه. شما که میدونین بگین. عزیزم شما براشون توضیح بدین. بفرمایید. خب مناقصه از اسمش مشخصه دیگه، یعنی هر کسی پیشنهاد کمتری داد. خب بذاریم مناقصه. نه نمیشه، باید گذاشت مزایده. چون مناقصه مال وقتیه که در واقع کاریو داریم به کسی میسپاریم. یعنی کسی که پیشنهاد کمتری میده کار مال اون میشه، پول کمتری میگیره. فهمیدی؟ تا حالا کسی هم پیشنهاد داده؟ نه هنوز. خب من پیشنهاد میدم. ماهی 200,000 تومان. نه اینه خوب فکر کنم داخل چی نوشتیم؟ داخل اعلامیه. چی رو؟ همین که آقا ما اینه اجاره نمیدیم، اینه میخواییم رهن بدیم.
چرا؟ میخوام یه پول قرنبه بیاد داخل ساختمون که اگر خیلی بدبختی ها بکنیم آسانسور درست کنیم. از بیرونم کسی میتونه بیا؟ ما راجع به این موضوع قبلا صحبت کردیم، اشکالی نداره، ولی خب اولویت با ساکنینه. حالا یارو که بیرون میاد اگه یهو یه خلافی کرد، کلاهبرداری کرد، متواری شد، تکلیف چیه؟ متواری چیه؟ متواری بشه ما هم راحت و آسوده میتونیم پول رهنی که پیش ما گذاشته مصادرهش بکنیم. بله، مغازه هم که نمیتونه جا به جا کنه. وقت تکلیف اونایی که الان نیستن چی میشه؟ پس فردا کسی نه یقه محمد منو بگیره. وا، حالا کی خواست بیاد یقه محمد شما رو بگیره؟ ملوس خانم، یه دفعه دیدی اومدن یقه علی ما رو گرفت. خب حالا اومدیم و محمد من توی مناقصه برنده شد. عزیزم اون مزایده است، مناقصه فرق میکنه. تازه فهمیدم. اولین پیشنهاد دهنده آخرین نفر بود. انگار همه فهمیده بودن که نمیتونن با سالار رقابت کنن. سلام سلام دخترای گلم، چه خوشگلایی. بابا من کار داشتی؟ نه بجو، بده بازی بکن، بده. بیا مجید، باورت نمیشه کمتر از نیم ساعت همه کارا انجام شد. ببین مشکلی نداشته باشه. آها، راستی قرار شد برای ساختمون یه مهر بگیریم که مثلا تو قراردادا، رسیدا، قبضا به جای امضا مهرم بزنیم. چه خوب. آها، مهمتر از همه پیامک بانک 10 میلیون. بله، مغازه رو 10 میلیون رند دادی؟ نه، این فقط پیش پرداخته. آقا سالار گفت هر وقت اومدم 10 میلیون دیگه هم میدم. بیه مشکل نداشت. دست درده. نگرانی؟ نه، برای چی نگران باشم؟ خیلی هم خوشحالم. راستش تا دیروز چرا، پول که نبود خیلی نگران بودم، ولی الان زنگ زدم به آقای شعبانی، فردا صبح میاد آسانسور رو برق نگاه میکنه، خودم هم میرم بانک فیش آب و برق بدم. مجید، باورت نمیشه احساس غرور میکنم. میترا؟ بله. یادت بهت گفتم مهمترین ویژگی مدیر موفق چیه؟ پول داشتن. میترا؟ شوخی کردم، مدیریت رو خودش. خب خب ببین، اون پوله که الان تو حسابه مال تو نیست. ها مجید، ببین من نه میگه... هیچی نگو. تو یعنی منو نمیشناسی؟ من اگه بهت میگم احساس غرور کردم واسه اینه که بالاخره تونستم بدون التماس از یکی پول بگیرم که اینجا رو مدیریت کنم. نگران نباش، فردا برای آسانسور میان، ظهر نشده این پول از تو حساب من میره بیرون. میترا خانم، من فقط نگران حرف و حدیث این و اونم، همین. اصلا فراموشش کن، فراموشش کن. وظیفه مدیریت بود که این آسانسور رو درست کنه، دیگه ازش درست استفاده کنیم. که
ببخشید. بله. خیلی ممنون. پس این دیگه درست شد دیگه. بله، این فعلا مشکلی نداره خانم. فهمیدین؟ بله، خیلی ممنون. این یکی چی؟ نه دیگه، اون اگه بخواید درست کنین باید بردش عوض بشه. فهمیدین؟ البته موتورش هم یه کم کار داره. فهمیدین؟ بله، فهمیدم. بله. خب پس باید چیکار کنیم؟ هزینه‌اش چقدر میشه؟ البته بگم، اگه یکی هم بخواید درستش کنین باید روغنش عوض بشه. فهمیدین؟ وگرنه این هم مثل اون چهار روز دیگه خراب میشه. خب فهمیدین؟ هزینه‌اش یه دفعه دیگه بگید. نه فهم، ببخشید. هزینه‌اش چقدر میشه؟ هزینه‌اش جسارت من سرانگشتی حساب بکنم 3 نه زیاده، ببخشید. 2 داریم، 1 به اضافه 5 تا اینجا میشه. اینا میادونه دیگه، در هم 1 نمیزنیم به خاطر شما، 5 به اضافه 1 یعنی 6 میلیون تومان دیگه. 6 میلیون؟ بله. مگه لیتری چنده؟ خانم هزینه آسانسور که لیتری نیست که. من هزینه آسانسور رو گفتم؟ نگفت آقای سفری چند لیتر؟ خودش اینجاست، هر چی گفته خودش بپرس. آها، درست میفرمایی، من روغنشو گفتم خانم باید عوض بشه. منم همون روغنشو عرض کردم. ها، روغنشو ایشون گفتم، فهمیدم. بله، این خانم دو حالت داره. چه حالتی؟ عرض کردم این خانم دو حالت داره. متوجه شدم که دو حالت داره. این دو حالت دو تا حالت مختلفه. میشه بگید چه حالتی و چه حالتی؟ بله، خدا رو شکر که اینو فهمیدیم. حالتش اینه که شما سرویس و نگهداری آسانسور اگه با ما قرار داد ببندین، به صورت ماهیانه شما ما پول میدیم. ما دیگه هزینه ای از شما نمیگیریم. فقط وقتی میایم برای هزینه آسانسورتون پول وسایلش رو شما میدیم. فهمیدی؟ ببخشید. فهمیدم خودم. که حالت دومش چیه؟ حالت دوم نداره خانم. هم حالت اول دیگه همونه. شما باید با یه شرکت قرارداد ببندیم. حالا یا ما یا یه شرکت دیگه مثل ما. اون وقت هزینه دوتا آسانسورتون نصف میشه. چرا؟ چرا؟ چرا آقای سفری؟ چه میدونم، حتماً میخواین در هم حساب کنیم. نه دیگه، برای اینکه هزینه عیاب و ذهابش نصف حساب میشه دیگه. همین، فهمید؟ فهمیدم که دیگه باید. بله، خیلی ممنون، شما لطف کردید. حالا یکی آسانسور هم همسایه‌ها خودشون تصمیم بگیرن تا ما ببینیم چه جوری میشه. بحش. خیلی ممنون دیگه. این روغنش هم دفعه دیگه خودتون تشریف آوردین اینو تعمیر کنین. دیگه خانم روغنش که دیگه با ما نیست که. شما روغنو بخرین آقای سفری. من خودم میام عوضش میکنم. هر کدومش 4-5 تا روغن 1 لیتری میخواد. خیلی ممنون دیگه. شما فقط زحمت بکشید هر تشریف بیارین برای ما. خدا میام واسه یاردم. آسانسور مبارک باشه. هیچی ندارم، هیچی ندارم. بفهم خواهشام، بفهم. آقای سالار ببخشید. یه لحظه من باهاتون کار. چش، کار کنم. در خدمتم. آسانسور اینجا تازه راه افتاده. برای همین نصف واحد اینجا خالیه. دنج، سکوت، آرامش. بله. طبقه چندومه؟ هیچ فرقی نداره. همش دست خودم. هر طبقه ای، هر واحدی شما هم بفهمید در خدمتم. سلام. سلام علیکم و احوال شما؟ خانم بیگی هستن. بله. خانم مرادی هستن. همسایه همینجا واحدشون رو من خودم براشون گرفتم. ایشون هم جناب سفری هستن. بله، جسارتاً بنده مدیر ساختمونم، یه عرضی داشتم. بله. ببخشید آقای سالار. جسارتاً لطف می‌فرمایین از این به بعد اگر قرار بود مستاجری رو بیارین اینجا برای واحدی، به مالکش بگید که بیاد بدهی پیشش رو تسویه کنه؟ بله. بدهی چی؟ کله این واحدا که خالیه. آقا بیده کنم، عباس همه بپرمید. یه سال تمامی آچی ندادن شارژ. بله. مگه واحدای خالی هم باید شارژ بدن؟ مسلماً آقای سالار در جریان هستن. همه واحدای خالی که مالک دارن موظفن شارژ بدن. حتی یه کتاب هم ایشون دارن در این باره. بله، یه نقصه‌شو توی دفتر دارم اصلا. وای خونده و بدونی چی ساختمونا جدید که سرمایش گرمایششون مشترک نیست و خودشون کنترل دارن، با این حال به خاطر هزینه های کلی و شارژ بدن. میخواد خالی باشه، میخواد پر باشه. بله. حتی واحدایی هم که مالک داره ولی در واقع اینجا ساکن نیستن، موظفم بیان بدهیشون رو تسویه کنن. جدا از اون یه لطف دیگه هم بفرمایید. از این به بعد اگه بنا شد واحدی رو به مستأجر اینجا نشون بدین، لطفا قبلش بگین که هیئت مدیره هماهنگ باشن، معرفی کنین، ما هم دیگه رو ببینیم و. بله، رو چشم. با اجازهتون آقای سفری بفرمایید. خانم بگی تشریف بیارین تا مریم جون هم بیاد. خدا حفظ شما. خدا نگهدار. خانم بگی خواهش می‌کنم. خدا حفظ شما. این کی بود؟ خودش گفت که مدیر ساختمون بوده. من اصلا نمیتونم تو ساختمونی زندگی کنم که مدیرش یه زن باشه. با این اخلاقش فکر کرده مدیر کجاست؟ شما اصلا نگران نباش. این واحدا که پر بشه اینا یه انتخابات جدید دوباره راه میندازن. تا اون موقع چی؟ تا اون موقعی نداره داداش گلم. زیر یه ماه پره. یه واحد خالی هم دیگه پیدا نمی‌کنی. شما بگو یک روز. یه روز. من اگه می‌خواستم زیر بلیت زن جماعت باشم،
زیر بلیط همون زن سابق خودم میموندم، به خاطر اینکه اخلاقش خیلی هم از این بهتر بود. اصلش حالا که اینجوری شد ما به مجرد جماعت منزل نمیدیم. به درک تربیت خودمون لاتیم، واسه ما لاتیشو پر میکنه. اصلش من باید برم تکلیف ما با اینا روشن کنم، اینجوری نمیشه که آخه. تکلیف شما روشنه. داخه خواهر گلم چجوری تکلیف ما روشنه؟ من اون کلیدهای مغازه رو دریافت نکردم. به خاطر اینکه شما هنوز نصف پولتون رو دادین، نصف دیگه رو بدهکاری. خب نصفش رو دادم دیگه. بله، به همین خاطره که ما بهتون اجازه دادیم پلاکارد بزنین. خواهر گلم ببین، حساب دو دو تا چهار تاست. من باز کلیدهای مغازه رو داشته باشم، برم توش کارکاسبی را بندازم که بتونم یه درآمدی داشته باشم پول شما رو بدم دیگه. به خاطر همین حساب دو دو تا چهار تا ما بهتون فعلا نمیتونیم اجازه بدیم که روی واحدهای این ساختمون کار کنیم. ای بابا آقا سفری، شما لطفا یه چیز بگین. چی بگو؟ یه چیزی بگین آقای سفری. ما واحد دونستم شما میخواین مغازه با 10 میلیون رند بدین، خودم بگرفتمش. بله. با یه جوری هم خودم آنو بگی، شما یه چیز بگین. من چی بگم؟ من چیزی نه. من اتفاقا خانم بیگی خودش میخواست اونجا رو بگیره برای لباس فروشی. تازه برادر منم مد نظر گرفته بود که انبارش کنه. به هر حال از همه اینا گذشته، من مدیر این ساختمونم. در قبال تک تک ساکنین این ساختمون مسئولیت دارم آقا سالار. حتی مالکایی هم که اینجا زندگی نمیکنن، حتی مالکایی هم که منو نمیشناسن، من فراموش نمیکنم که در قبالشون مسئولم. شما خودتون هم بذارین جای من همین کارو میکنین. داخل خانم مدیر مسئول گلم، یه مماشاتی، یه حرکتی، یه برکتی، یه گذشتی، یه مهربونی. ببخشید ولی این سیستم مدیریتی منه. دست شما درد نکنه، خیلی هم زحمت کشیدین. پس تا من پولو ندادم شما کلیدا رو به من ندید لطفا. خیلی ممنون که درک میکنین. با اجازه خانم میگی. خدا نگهدار. مریم جون دایمه درم قفل کن. باش خدافظ آقای سفری. خدافظ. شما بفرمایید. من خودم کلید دارم قفل میکنم. یه خستگی در کنم، یه چی بخورم. خب ولی این آقای سالار اصلا اعصاب نداره. بیچاره زن و بچه‌اش چی میکشن؟ اعصاب داشت که بیچاره. این الان اعصاب داشت. آره خب ببین اصلا کاری نکرد که، فکر کنم میترا وقتی اونجوری صداشو برد بالا، خب این بیچاره یه ذره صداش رفت بالا، بعد گفت من تا وقتی پولو ندادم شما هم چیز نکنی، شما هم به من چی میگی خانم بگی؟ بابا چیزی آقای سفری با اجازه. خداحافظم. آقا سفری خداحافظ. زنها میتونن مدیران موفقی باشن. همونطور که بخشای بزرگی از جهان به دست با لیاقت زنها اداره میشه. واه مریم، میخواید بله بری، آسانسور درست شده. اصلا حواسم نبود. بله. الان دورانیه که ما زنها میتونیم و باید به خودمون افتخار کنیم و وظیفه هر زن موفقیه که در رشد و ارتقاء هم نوعان خودش نهایت سعی و تلاشش رو انجام بده. حالا انقدر بالا پایین میکنن تا یه آسانسورم خراب شه. آسانسور بازی کنن بره. من میارم بشو پیش شما آمپول بزنم. سکوت چون نه ترکی نگو، آمپول نیست. بعدا بچه ها اسم من موزه ها نیست، اسم من میتراست. اینا رو هم نزنه میزنه خراب میشه بچه های آسانسور خراب. بچه ها با پله ها مارکمون خیلی میزنی. بچه ها قول بدی، ببخشید بچه ها قول بدی که ما دیگه آخرین روزمون بودیم. خاله کجا ده؟ هیچی، از دست شما عصبانی شد از پله ها رفت پایین. آبروی منو بردین توی ساختمون، نکن. سلام. احوال شما؟ خوش آمدید. خیلی ممنون. بفرمایید. ممنونم. ببخش مریم جون هستن؟ بله. مریم جان؟ بله. مریم خانم، من تا خانم با شما کار دارم. باشه مامان، الان میام. ببخشید من یه سوال داشتم جان. فضولی آقا، ببخشید. خواهش میکنم. اون تو ها یعنی چی؟ من اسمم واقعا میتراست.
بله. یه مادر بزرگی من داشتم، خدا بیامرزش. خدا رحمتشون کنه. خیلی ممنونم. راستش خیلی پسر دوست بودن. از اونجایی هم که ما 7 خواهریم و من ششمی، وقتی من به دنیا اومدم به نشانه اعتراض به من گفتن منتها. به قول خودشون یعنی انتها دیگه بس. بله. یه 2 سالی هم منو منتها صدا می‌زدن تا خواهر کوچیکم به دنیا اومد. مطمئن مجید اذیت می‌کنه دائم اینو. سلام خانم مادر. سلام. مگه نگفتم نپرس ناراحت میشم؟ نه بابا چه اشکالی داره ناراحت نمیشم. اتفاقا نکاش همه مثل ایشون رو کراس از من بپرسن داستان چیه. منم براشون توضیح میدم. داره میرین دفتر؟ آره دارم میرم دفتر. خب پس منم نه 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 اساسا اون مهم نیست. برات زحمتی دارم. ببین لطفا رو چند تا کاغذ برام بنویس، پرینت بگیر روش بنویس خانواده هایی که بچه کوچیک دارن لطفا از این آسانسور به عنوان اسباب بازی استفاده نکنن. خدا درست میشه. بنویس بزن اونایی که بچه کوچیک دارن اگه خراب شد بعد اونها هزینه شون. نه همه خانواده هایی که بچه کوچیک دارن، بعضی از خانواده ها الان بیا ببین تمام ببین بعضی ببین آخه همسایه کی داره این کلی؟ خونه زندگی مردم شما چی میخواین؟ من با شما کاری ندارم، میگم این بچه رو ببرم میرم خودم. شما اینو در واسه کنید. خودتو خونه ندارید، بیا بیرون. نکنی در لعنتی. در لعنتی یعنی چی؟ خوبه ما اینجا وایسادیم. با شما اینجا وایسادید در واسه کنید، من اینو ببرم میرم دیگه. چی ما چی میکشیم دست اینا؟ نمیذارم وا کنید دورو بعد میگم. بچه‌ ساعت شد نیای بیرون میرم در خونه به مامانت اینا میگم. نمیام. تو سوال نره نمیام. من هیچ جا نمیرم. فقط نگاه کن ببینید ما چی میکشیم. من الان گوشی داری؟ یا بیرون. بله بله بیرون. باشه من میرم ولی خونه مردم به من نده. زنگ بزن 110 بیاد اینا رو جمع کنه ببره. مگه آشغالی بیاد جمع کنه ببره؟ من که نگفتم زنگ بزنه شهرداری، گفتم 110 پلیس بیاد ببینه این چه وضعیه. ما از شما داریم چی میکشیم. بیا بیرون دارن دزدمون میکنن. بیا بیرون تا دزدمون نکردن. جواز. بیا بیرون بچه. حالا میگی من چیکار باید بکنم؟ من نمیدونم چیکار کنی، فقط الان بیاین پایین بچه رو جمعشون کنی. عزیز من خب می‌خواستی در خونه رو باز نذاری این بچه‌ها پاشن بیان اونجا. نصرت خانم جون میگم در خونه باز بود یهو پرید تو خونه. واه مگه ملخ هم بچه‌های من که بپرن تو خونه؟ الان من نمیدونم، فقط الان مامانم زنگ میزنه پلیس. بیاین بریم خواهش میکنم. مادر من عزیز من بذار زنگ بزنه پلیس پاشه بیاد، بلکه بابای بی خیالشون اونجا پاشه بیاد اینجا تکلیف منو با این دو تا بچه روشن بکنه. نصرت خانم الان بابا رو کجا پیدا کنیم؟ بیاین بریم خواهش میکنم. ای بابا صبر کن پس من لباسمو بپوشم. اون وقت یه عمرو داره برای من قوپز در میکنه که من 300 نفر رو دارم اونجا مدیریت بکنم. هر اون بلد نیست دو تا بچه‌شو مدیریت بکنه. اون وقت هی برای من قفی میاد. سجاد بیا بیرون، رفته برادره. بیا بچه کار دارم. بابا دروغ نمیگیم، خودت بیا ببین خانم صادقی کار داره تو خونه. مشکل دارم بعد برم تو بیا ببین سجاد از این چشمی نگاه کن ببین برادرت نیستش. باز کن بیا برو خونه تو سیر شده بعد از اینا بچه کنید درو درو شیشه خب بگیرین درو دیگه. مگه من هر بیا نگاه کن به من ببین امروز چجوری آب و حیثیت منو برد. منو چرا میزنی؟ امروز تکلیف تو رو روشن میکنم، اینم روشن میکنم. بس بابات بیا. قبل اینکه بابا بیاد من اول تکلیفم رو پسر جون روشن میکنم. بیا بیرون ببینم. میخوای چیکارش کنی؟ بس داد نزن. میخوای چیکارش کنی؟ میخوای کتکش بزنی؟ خب بیا منو بزن. بابا نکن هرس جوش نخور. منتها خانم شما هیچونه دست آدم میپلکی. هرس جوش نخور اینقدر بابا لکی. آخه مگه میشه خانم صادقی قربونه برم چجوری هرس جوش نخورم؟ بابا دیگه خسته شدم به قرآن. بابم دیگه آخه. بچه همینه قربونه. آخه این چه زندگی قربونه برم؟ این چه وضعه؟ من چقدر بدبختم آخه؟ بابا خوش شد رفته تو اصلاحی گرفته نشسته فکر کرده دوتا بچه بر من درست کرده که اصلاحی دست بیساب شده بر من دیگه نمیدونن دوتا افعی نصیب من شده. خسته شدم به خدا. میبینی این اقعی رسی جوش میدین مادرتونو خدا ازتون نمیگذره. نکذره خودی شلوغش میکنه. شلوغش من باده کار دارم سجا بعد بخیر نمیشین شما دوتا بچه. در نمیرم بشین شما دوتا بچه. بیا بیرون به تو میگم. بیا رفت دیگه برادرت رفت. بیا بیرون والا به خدا رفت. میبینی؟ بیا بیرون بچه با بیرون بیا مامان رفت بیرون نزنش رفت بیرون ولش کن. خوردی؟ مردی؟ سوی میخواست بزنه تو گفت درم خب بزنی؟ داداش شده حق داره دو تو بزن تو گوشید نمیبینی که؟ برو برو سجاد هرس ندین مادر یه برو گم شد چرا چشم من چه سفیده ایچی ندارم دیگه هرس جوش نخور تو رو خود. آخه مگه میشه خانم صادقی قربونت برم؟ من سو رفته اونجا نشسته تو اون اصلا خراب شده؟ منم نمیدونم چه مدل گازیه که اینو نمیگیره بکشتش. که من از این منصورم راحت والا مردم دیگه. آخه چقدر درد بزن یا آخه چقدر. مادرم موجودات عجیب و غریبی هن. مادر منم وقتی اشتباهی ازمون سر میزد عصبانی میشد.
داد و بیداد را مینداخت، هرس میخورد، حتی سرمون داد میزد، حتی تو تنهاییش گریه میکرد. اما هر وقت احساس میکرد یه نفر غریبه داره اشتباهمون رو یادآوری میکنه، اینه یه شیر پشتمون در میومد. مهم نبود خطا کرده بودیم یا نه، مهم نبود حق با اون غریبه بود یا نه، تنها چیزی که برای مادرم مهم بود دفاع از بچه هاش. هیچی شامام خبری نیست. مجید جان من تا همین نیم ساعت پیش درگیر برق و آب و گاز و آسانسور و همسایه و دفت نیم رو بزنم یا املت. لباس تو پوش بریم بابا. کجا؟ خب زنم و شام ببرم بیرون. قرض داری ما؟ یه فلافل که این حرفا رو نداره. سلام آقا، بسته نباشید، متشکرم. سالات و برو. آها آقا سالار امروز یه مشتری آورده بود. میشه بر وادی ما؟ نه بابا، برای که عبایده ساختم. آها بچه حالا پس بکنم از وقتی آسانسورا درست شده و برق مشاد وز شده امیدوار شدم. همین چی روی رو غلطه که دیگه خدا رو شکر. میترا ببین الان این ساختمون پر نیست و داری راحت مدیریت میکنی و پس فردا این واحد رو پر بشه خیلی کارت سخت میشه. آقا درشون رو مدیریت یک توانایی اکتسابیه، به این معنی که هر کسی فارغ از جنسیت و ملیت میتونه به تحصیل علم بپردازه و پله های ترقی رو یکی بعد از دیگری طی کنه. کم نیستن زنهایی که توی تاریخ تأثیری ژرف گذاشتن، زنان دانشمند، زنان ورزشکار، زنان هنرمند. سلام خوبی میترا جون، ببخشید مزاحم شدم. به هر کدوم از خانمای همسایه‌ای که میشناختم گفتم هیچ کدومشون نمیتونستن، به خاطر همین مزاحم شما شدم. خواهش میکنم چوشه چیکار میتونم بکنم؟ آخه ببینی من مربی مهد کودک بودم، ولی از وقتی این دوتا بچه رو به دنیا اومدن دیگه نتونستم برم سر کار، به خاطر همین همسایه موندگار خونه شدم تا این چند وقت اخیر از مهد کودک زنگ میزنن که دوباره برگردم سر کار. به خاطر همین امروز قرار بود که برم، به شوهرم هم سپرده بودم که امروز خونه باشه پیش بچه، ولی لحظه آخر هزار تا بهانه آورد که نمونه دیگه. میشه که چجوری هم؟ بله درسته. به خاطر همین گفتم اگر میشه این بچه ها پیش شما باشن. من بچه ها؟ آره بچه های خیلی خوبی هن، قول میدن اذیت نکنن. ببخشید من داشتم حاضر میشدم برم دفتر پایین، امروز خیلی کار دارم. تو موقع که منم میام، بعدم اگه نیومدم بچه ها رو هم با خودت ببر پایین، آروم میشینم بمونن. پس خیلی ممنونم ازت، این خوراکی هم اگه گشنشون شد بهشون بده. خیلی ازت ممنونم میترا جون. بچه ها قول ندین آروم باشین. خیلی ازت ممنونم، زود برمیگردم. باشه با من در تماس باشین. خیلی من خیالت راحت خود بوده. سلام عرض شدم، رضا هستم، برای تعمیر این سرویس آسانسور اومدم. آقا ببخش اگه زحمتی نیست باید 16 رو بزنیم. بله سلام عرض، رضا ببخشید. بله آره تشریف ندارم، اگه میشه کلید اتاق آسانسور رو برای من بیارید. آقا ببخشید زنگ واحد 21 رو بزنید. ببینید خانم من با شما اصلا کاری ندارم، فهمیدین؟ فقط میخواستم که این کلید اتاق آسانسور رو من بدین. همین خانم صادقی هم کلید آسانسور رو دارم، فقط واحد 21 رو بزنید. ولش کن. بله یک و خدا به خیر کنه فقط امروز. بله کیه؟ سلام خانم، میخواستم که کلید اتاق آسانسور رو اگه میشه
زحمت بکشید. زنگ واحد 26 رو بزنید. بله بله گفتن، نشیدم گفتن که مزاحم شما بشم. فهمیدین؟ خانم صادقی شما این دیگه. نه بی خود گفتن. هانی جان، هامی بشینین خاله عزیزم. میخوره هامی نکو خارج چیزی میشه. میخوری زمین ها خاله. هامی بیا بیا من توی بستری میدم. اصلا من توی بستری میدم. ولش کن. ولش کن. بچه ها میگم اینجا میخورین زمین. بیا با من بریم ببینم کیه دمه در داره زنگ میزنه. بله میگم میخوام گفتم. یعنی منظور ببخشید میگن که مثلا نمیان. من الان چیکار کنم؟ کلید اونو بده. آخه شما میشه یه نیم ساعت دیگه نیم ساعت دیگه. خانم نیم ساعت دیگه چیه؟ من اگه برم تا سال دیگه نمیام. اون وقتی آسانسور اگه بلای سرش بیاد شما من ببخشید ببخشید تشریف بیارین بالا. بفرمایید من زور باید بالا. چی کار میکنی؟ بیاین بالا خاله. بیا اینجا بایستا. الان با هم دیگه بیرون. سلام خانم، قصه نباشید. خیلی ممنون. اینجا خانم ببخشید شما تشریف نمیارید؟ من نه آقا، من یه دقیقه. اما یه دقیقه ساکت وایسا. شما تشریف ببرید بعد. خانم مسئله نیست تشریف نمیارید. فقط میگم این کلید مسئولیت داره. من قبول نمی‌کنم. بعد نه فردا بگیم این کلید. نه آقا کلیدو بدین به من. من بالا. بچه یواش شما قرار خانم خدا به دادتون برسه. خوشام 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 بیا هامی هامی جان بیا میافتی خاله بچه ها رو نمی آوردی مسئله نبود ببخشید خاله نمیتونستم پایین تناشون بذارم بیا وایسا باشه باشه هامی بیا اینجا خاله جون بیا باشه چشم برو برو به داداشت باش نیفته خانم لاغل روی این کلیده میمشتی یادم علاف نشه ببخشید ما تازه اومدیم توی این ساختمون سش باشه الان میرم بیارم ببخشید شما یه لحظه حواستون به اینا باشه باشه چشتون باشه این بچه ها امانت هم خیلی برم آب برشون بیارم مسئله نیست فقط من مسئولیت اینجا رو قبول نمی کنم باشه باشه الان من زود میام هانی هیچ جا نرینا باشه مراقب داداشت باش من الان میام بیا بچه تو بابا ببین چی کار کردیم یه باره کنار ببینم تو هم ببین سر و وزتون رو چی کار کردیم بابا بوله بیا آقا چرا داد چرا داد میزنم خسته نباشی خانم ببین چی کار کردم به خودشون اینا شما دوتا به خودشون دیده خوجسته ای داره زازه مهد کوره که به خدا با کردیم برای چی جون که هانی نکن هانی بعد از این کارا به ما بخوره که دیگه چیزی واسه همون نمیمونه آره 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 برو برو فقط دست به هیچ جا نزنید همینجا وایسیم بیا اینجا بیا اینجا هامی بیا ای خدا از دست تو بیا اینجا هانی بیا اینجا هانی نره اونجا بیا لباسه در بیارم دست به دستگیره درم نزنی نکن دیگه برو تو خدایا برو مزان علی بیگی با ارائه لباس‌های خارجی، وطنی، دختران، زنان، مجلسی، اجاره‌ای سلام بفرمایید. سلام خانم بیگی، خوب هستین؟ من مرادیم، میترا. به جا نمیارم. میترا مرادی، مدیر ساختمون. اه، مونتا تویی؟ بله، مونتا ها. خوبی؟ خیلی ممنونم. ببخشید من مزاحمتون میشم. اگه براتون زحمتی نیست، من دو دست لباس میخواستم. بر خودت؟ نه بر خودم. دو دست لباس بچگونه، یه پسرونه، یه دختر. بر بچه‌ی سوگل خانم. خب آخه چه رنگی، چه مدلی؟ بیا پایین ببین. ببخشید فقط من نمیتونم بیام پایین. شما زحمت میکشین؟ خیلی خوب. دست شما درد نکنه. بعد خانم بگی فقط لباس تو خونه ای باشه. سلیقه خودم. بله، به سلیقه خودتون. باشه. خیلی هم ممنون. خداحافظ. Thank you.
الو چرا جواب نمیدی؟ ببین الان زنگ زد گفت دو دست لباس بچه واسم بیار بالا. چه میدونم بالا؟ برمیگردم بهت آمار میدم. او کی میره این همه راه رو تو تلفن ثابت؟ آقامون برامون شارژ میفرسته. ببین تا وقتی جنابالی بندری و برنگشتی وضعیت همینه، روزی 30 بار زنگ میزنم. خب زنگ نزنم یعنی شارژ ندارم دیگه. برمیگردم حالا بهت آمار میدم. ببین من رسیدم، زنگ میزنم. خدافظ. آریا خدافظ. خدافظ همسایه. الو میترا جانم، همه الان کارم تموم شد، دارم میام. آره میرسم، زود میرسم. اذیتت نکردم بچه ها؟ مرسی، قربونت برم. با هم دیگه رفتن رسیدن به یه خونه شکلاتی خیلی خوشگل. آب نباتا رو همینجوری که دنبال کردن رفتن دیدن یه در از شکلات قهوه‌ایه. باز کردن رفتن تو دیدن وای چقدر پاستیل، چقدر آب نبات. خواهرش بهش گفت به نظرت میتونیم از این آب نبات ها بخوریم؟ اما برادرش گفت ممکن اگه این آب نبات ها رو بخوریم جادوگر بیاد سر. اینم لباسای خودش. خیلی ممنونم. لباساشونو عوض کردم برات برمیگردم. نمیخواد، اونا رو براشون خریدم. خریدی؟ فکر کردم تو خونه داشتی. بابا من لباس بچه‌ام کجا بود؟ خانم بگی گرفتم. خب فکر کردم واسه بچه‌های آینده‌ات گرفتی. وای نه، من روز متوجه شدم سوگل جون قدر شما صبور نیستم. خیلی سخته. خیلی. قربونت برم. راستی امروز رفتنتون چطور بود؟ موفقیت آمیز؟ آره خیلی خوب شد، قرار شد از اول ماه برم سر کار. خوبه. فقط بچه ها چی میشن؟ خب بچه ها رو میبرم با خودم دیگه، مهد کودکیه. راست میگی. البته که خیلی سخته، من امروز با این دوتا برجک کلی داستان داشتم، چه برسه مهد کودک. خیلی سخته ولی از طرفی کنترل یه عده بچه آسون تره. آره تو رو خدا سختت نیست اینا اینجا؟ نه به من کاری ندارن که خوابن. پس من برم زود براشون یه شام درست کنم، بیدار شدن زود به من بگو بیام ببرمشون. من خودم میارمش. قربونت برم. خیلی ممنونم از خدا. اصلا باور کردنی نیست. این جوجه هایی که الان به این آرومی خوابیدن تا یکی دو ساعت پیش منو از زنده بودن و زندگی سیر کرده بودن. تازه حالا میفهمم مامانم چی کشیده. مامانم چی کشیده از دست من و خواهرم. تجربه بچه داری برای یه نصف روز منو متقاعد کرد که هنوزم نمیتونم وظیفه مادری رو به دوش بکشم. هنوزم نمیتونم این همه فشار و سختی رو برای روزای پی در پی تحمل کنم. من دیش دارم. آفرین، یکو بزنین با هم. آها وایسی. نه نه هانی دیگه طبقات دیگر رو نزن عزیزم، نزن نزن هانی، هامی نزنین، بچه ها نزنین، آسانسور خراب میشه، خراب میشه، نزنین نزنین، خراب میشه بهتون میگم، خراب میشه، اینا رو نزنین. بریم الان مامانی و بابا، شما که بچه های خوبی هستین الان این کارا رو میکنین، بهتون میگم شما بیادبی. نکن عزیزم من، نکن. مامان سرگل تو خونه منتظره. نزن هانی، هانی نزن نزن. مامانی نزن.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. بریم بهشون برسیم. قربونت برم. خدا خیلی ممنون. خدا خواهش میکنم. ببینم. وقتی مرور میکنم و میبینم تمام روز بازیچه دو تا بچه نیم وجبی بودم که تمام وقتم رو پر کردن، به این نتیجه میرسم که امروز بدترین و سختترین روز زندگی من بودم. گاهی وقتا آدم خسته میشه. مهم نیست که آدم بخواد دو تا بچه رو مدیریت کنه یا یه شرکت چند ملیتی رو. اما چیزی که هر مدیری به اون نیاز داره فقط یه تشکره، یه خسته نباشید. تمام انرژی تخلیه شده آدم رو دوباره به رگ و پی آدم بر میگردونه. و چیز مهمتری که امروز فهمیدم اینه که خانوم خونه سلام، خسته نباشید. کیفتو بده. بفرمایین میترا، قیمه داریم؟ بله قیمه داریم. مجید امروز بچه داری کرده. ای باری کلا تلفات هم داشت. دو دست لباس بچه 60,000 تومان. نه تلفات جانی رو میگم. نه خیر، لباس تو عوض کن بیا شام بخوریم. چیه؟ دقیقا سوال منه میترا، چی شده؟ تو قبلن هم بچه داری کرده بودی، چه میدونم بچه های خوهرتو مدام نگه میداری، ولی هیچ وقت ذوق زدم نبودی. خب بچه داری یکی از دلایل این حال خوب من. ای دلایل دیگهش چیه؟ یادت بهم گفتی چوبشو میخوری؟ چوب؟ خب چوب این مدل از مدیریتی که به قول تو با غرور به همراهه. خب امروز چوبشو خوردم، دوبارم خوردم. میترا جان حالت خوبه؟ مجید واقعا نمیدونی یه مدلی هم امروز یه چیزایی رو فهمیدم که اصلا حالم رو کلا ریخته به هم. چی؟ مثلا حس میکنم واقعا کلید همه موفقیت ها مهربونیه. واقعا باید قلبتو به روی آدم ها باز کنی، اونا هم قلبشون رو به روی تو باز کنن. اینکه باید قلبت انقدر بزرگ باشه که همه آدم ها توش جاشن. چرا اونجوری نگاه میکنی؟ گفتم که امروز یه حالی هم، برو لباستو عوض کن بیا شام بخوری. شو. اصلا من حرفم رو پس گرفتم، شیوه مدیریت همون شیوه نصرت خانم، چوبه تر.